زمان میگذره و من تا الان توی دنیای دیگه میچرخم، توی دنیای دوتاییمون. شب انگار میخوای زمانو متوقف کنی. همه ساعتهای خونه ساکت میشن، از دیواری تا موچی. ولی چرا بعدش چشمم به ساعت رومیزی میخوره؟ انگار وقتی برگردونیش زمانه میگذره اما متوقف نمیشه. به خودم میگم چرا این کارو کردم؟ در اصل ساعت متوقف نشده بود. به چشمم نگاه میکنه، چون هر لحظم که با تو میگذره ارزشمنده. با تو بی نهایتو میخوام. دیدم چراغ اتاقت روشنه اومده. اگه استراحت کنی زودتر خوب میشی. حالت خوبه؟ این واسه توه. هر آدمی نمیتونه با کلمه حرفشو بزنه. اینو تو برام تعریف کرده بودی، به خاطر همین مال توه. این نشونه بی نهایت نیست؟ وقتی شروعش کردم یه هشت معمولی بود، نشونه یه سن بود. به خاطر افترایی که زدن زندان بودم، 8 سال برام بریدن. وقتی با خشم اینا درست میکردم، یک محکوم حبس ابدی به هم گفت اشتباه دستت گرفتی پسرم، برش گردوند. گفت 8 سال مگه چیه؟ تو به ابدیت نگاه کن. انگشت اشارم رو گذاشتم روش. بدون این که انگشتم رو بردارم نشونه ابدیت ظاهر شد. بعدش گفت بالاخره از اینجا آزاد میشی. تو برای خودت دنبال یک معنا بگرد. انسان اگه دنبال معنای وجودش بگرده کامل میشه. اما اون موقع ها همه چیز عصبانیت محض بود برام. به خاطر همین به سلاح پناه بردم. اینم نصفه مونده بود. اما دیگه سلاح ها ول کردی. حالا به این فکر میکنم که نشونه ابدیت چیه. که یه روز پیداش کنم. من مطمئنم که پیدا میکنی. کافیه بی خیال نشی. اما این برات مهمه، خیلی با ارزشه. من نمیتونم قبولش کنم. اما من میخوام پیش تو باشه.
امانت باشه. اینطوری بود میگرفتی؟ به صورت امانتی یا بدهی؟ چه فرقی داره؟ یه بدهی یا یه روز به صاحبش باید پاس بدی، اما امانت؟ امانت؟ یکی جونشو بهت میده، چیزی که مهمه براش، بزرگترین رازشا، مخفیترین ترسشا، آرزویی که نتونسته به کسی بگه. هیچ کدوم اینا وعده‌ای برای پس دادنش نیست. میتونی عشقی به یوسف داری یا براش وعده‌ای برای پس دادن بدی. پس مثل بدهی نیست، اگه قبولش کنی مثل امانتی باید قبول کنی. زمانی برای پس دادنش نیست. قبول میکنی؟ قبول میکنه. من برم اتاقم، دیر وقت شده. شب بخیر.